Mindora. همش باره کشوکار دیگه، همشون باره کشوکار اینا. سلام به همه عزیزای دل خودم، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر روزتون بهتر از دیروز. چطوری رفقای گل؟ آقا اومدیم با یه ولایت خیلی خفنه دیگه از افغانستان، ولایت پروان. تو کامنتا که ما رو یعنی انقدر صاف کردن دیگه، انقدر گفتم با ولایت رو چه نمیذاری، اومدیم با ولایت پروان چون درخواستش زیادتر بود. باز ولایت دیگه هم بگید بچه ها، هر کدوم که درخواستش زیادتر باشه اونم میذاریم، اولویت میذاریم که آره که بذاریم حداقل ولایت ها رو ببینیم. حرف زیادی نمیزنیم، ولایت پروان بریم سراغش. سرسبزیش واقعا یه چیز دیگه است لعنتی. تا اون ته و تو نگاه کن، بعد تازه بعدش میرسی به کوهاش، تازه میرسی. انصافا من بوندم اینا رو نشون میدن، بعد هی من تصاویری که میاد تو مغز من میگم بابا همش اون چیزی که به ما نشون میداده بیابون بود، اونا کوش، اونا رو چرا نشون دادم؟ اینا رو از کجا در اومد یه دفعه؟ نمیتونی بعد میگم چرا چیز میگیم؟ ولایت پروان که یکی از ولایات زیبای افغانستان است از لحاظ داشتن کلا سرسبز دیگه بار خودش، آب هوای گوارا آن را به باغ افغانستان زیاد می کنند. این ولایت از شمال به بغلان، از شرق به کاپیسا، از جنوب به کابل و از غرب به بامیان احاطه شده است. به چند جهت هم می خوره، بامیان و کابل و کوه و رودخانه و جنگل و نمیدونم همه چی تکمیله دیگه، اینا اینجوریه. خیلی سرسبزه، سخن سرسبزه. نگاه کن، نگاه کن حیوانایی که مثلا برای کش چیزایی که آوردنه. اینا ببین نزدیک دیگه داریم مشخصه دیگه، زمین به این بزرگی سرسبز، یه طرف گاو، اونورم گوسفند و اسب و کوچیک هم نیستش که بگی کوچیکه. بعد این دست صاف و اونور جنگل هم بیشترین نفوس این ولایت را تاجک ها، پشتون ها و ازاره ها تشکیل می دهند. اما اقلیت از قوم پشهی و بلوچ نیز در این ولایت زیست دارند. سه تا چیز هم قوم هم که داخلی زیاده دیگه. خودش داره میگه پشتو، هزارو، تاجیک اگه اشتباه نکنه. حال میکنن، ناموسن حال میکنن. یه طرف شهر، یه طرف کابه، اصلا جنگل یه بار خودش انصافا. شهر چارکار به عنوان مرکز ولایت پروان است. پروان دارای 10 ولسوالی است که مهمترین آنها عبارتند از بگرام، کوی صافی، جبل سرات، سالنگ، سیدخیل، شینواری، شیخ علی، غوربند و سرخ پارسا است. خدای من اینجور شهرها رو خیلی بیشتر از همه دوست دارم. میدونی که ورزشی که خیلی دوست دارن هم کریکته دیگه، به خاطر همون هستم. سا
سمت کوه ها خونه است، میبینی آره. بالا اصلا کلا اونجا هم خونه است. درسته. ولسوالی غوربند بزرگترین این ولسوالی ها است که از لحاظ مساحت تقریبا نصف از مساحت ولایت پروان را تشکیل میدهد. مسیر غوربند ولایت مرکزی را به شمال وصل می کند که از این لحاظ از اهمیت زیادی برخوردار است. دقیقا خیلی قشنگه بچه ها، واقعا نمیده. هر سری ولایت ها رو که داریم میبینیم اصلا به وضوح که نگاه میکنیم نظر ما عوض میشه. هر سری باید چیزه جبل سراج، چاریکار و بگرام از اماکن تاریخی در این ولایت است. منطقه گلغوندی یکی از اماکن تاریخی و زیبای این ولایت در شهر چاریکار است. بچه که فرمانی لایک بزنید، این ویدیو رو دیگه نمیتونید ببینید. جایی که هستی واقعا حرف نداره، واقعا میگم ولایت ما زیاد دیدیم ولی انصافا رو دستشون حرف نداره. هر یکی از یکی قشنگتر انصافا. ولی باید بگم که فکر میکنم این اشتباه از طرف خود کشورشون باشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر کشوری میاد تبلیغات کشور خودشو میسازه. حالا بماند که این میرن اونجا برحال مهاجرایی که میرن اونجا یا فیلمایی که میزنن و اینا فرق میکنه. باید هر کشوری برای خودش تبلیغ کنه. آخه قبلش ترکیه... همش جنگ بوده، جنگای داخلی اینا داشته. از الان به بعد حالا نمیگیم مثلا شاید من الان میام میگم امنیت، بعضیا بیان میگن کدوم امنیت، ولی باز میگم از اینجا به بعده که همه میتونن باز اینجوری مثلا راحت‌تر ویدیوهای اینجوری ببینن. تبلیغات کشور خودشون دیدی که از شهر جدید کابل، از آبسازیش، مثلا همه چیزاشون رو تازه دارن رو میکنن. قراردادشون با چین به خاطر همونه. درسته، ولی مثلا ترکیه خیلی تبلیغه فیلماش نمیدونم. ترکیه خود یه کشور جداییه دیگه، اصلا فرق نمیکنه. هر کشوری میاد برای کشور خودش تبلیغ کنه. آره دیگه. ولی ما برای این کشور ما تبلیغات زیادی ندیم. همش جنگ بوده میگم. درست. از چند یه سال دو ساله که داره هی شروع میشه دیگه. یه چیز دیگه است؟ نه همونه. میگم یکی از شهرهای دیگه شم بود که اون اسمش چی بود؟ والا ما زیاد رفتیم، نمیدونم، نورستان رفتیم، بدخشان رفتیم، پنشیر رفتیم. آره. همه اینا بچه داخل کانال هست. البته آره همینجا سرسبز باز جدیدترشو برای تو حتما میذاریم. سال 2024شو این ولایت از چهار رودخانه آب می گیرد که عبارتند از رودخانه پنجشیر، رودخانه سالنگ، رودخانه غوربند و شتل. شیل انصافا خوش به حالش.
آره سرسبزیشون یعنی هر یعنی لایک میدیم به سرسبزیش. گندم، جو و جواری از محصولات زراعتی این ولایت است. توت و انگور این ولایت از شهرت زیادی برخوردار است. ایوه. انگور این ولایت علاوه بر مصرف داخلی در بازارهای خارجی نیز به فروش میرسد. از فروش خارجی هم دارد. همش باره کشوکاره دیگه، همشون باره کشوکاره اینا. برنجه؟ نمیدونم. نزدیک نشون بده تو هم بگم حقیقتا نمیدونم. اما بالا بگید بچه ها. بعد وسط رو نگاه کن، تو خونه سنم داره رد میشه. خیلی از آقایی که داره چیزه. واقعا خود آدم ببینیم واقعا یه چیز دیگه چی؟ چی؟ اینجوری شده پنیر بود یا پنیر این؟ پنیر نیستا؟ یا پنیر بود یا کره بود یا خامه بود. نه ماما بستنی، این بستنیه ولی قبلیه چی؟ ببینیم تاجو که دیگه امامزاداش از همه جاشون ترتمیزتر و شیکتر رو نگه میداره خیلی بهش رسیدی دوشون بالا هست. هر جو اصلا نداره جایی که مثلا شده. اون قسمتی که شهره که هیچی اوکی، تازه با اساتش هم که پر درخته، اونم نمیشه حرفی زد. سمت کوه مشخص به انگار بالای کوه اومده ولی اون طرف یه چیزی حالا نظر رو جلب کرده. مثلا این خارجی ها دیدی داخل خونه هاشون مثلا درخت و اینا داره خارجه. ببین نگاه کن، فقط نگاه کن سبک خونه هاشون، نگاه کن خونه هایی که دارن قشنگ 4-5 تا درخت تو داخلشون هست. هیچ خونه ای نیست که هیچ خونه ای. آره واقعا من الان دارم به چشم میبینم همینجوری درست کردن. آره واقعا شهر بقیهش درخت و اینا. تشکر از شما که افغاننا را تماشا میکنید. ما میگم هر سری که هر ولایتی که ما داریم میبینیم یکی از یکی قشنگتر. بچه واقعا داریم میگیم یکی از یکی قشنگتر. چطور خوشت اومد؟ لذت بردی؟ در مورد دیگه حرفی نمیزنیم. نمیشه واقعا حرف سر سر ولایت ها واقعا نمیتونیم حرفی زنیم چون واقعا زیباست. دمتون گرم بچه‌هایی که حالا از پروان هستن جای دیگه هستن، بگید کامنت ها رو بذارید برای ما. اگه دوست داشتید ولایتتون رو برید حتما برای ما داخل کامنت ها بنویسید. خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی فعلا.